به رغم گذشت چند روز از انتشار خبر شهادت یک زندانی سیاسی بحرینی اعتراض های مردمی بحرین و نیز انتقاد های بین المللی نسبت به این رخداد همچنان ادامه دارد آنچه بر اهمیت موضوع افزوده این است که این زندانی سیاسی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در زندان جان داده در حالی که پیش از این بارها و بارها احزاب جریان سیاسی و نهادهای مردمی بحرین نسبت به تلف شدن زندانیان سیاسی بر اثر ابتلا به کرونا هشدار داده بودند اما دستگاه های امنیتی آل خلیفه هیچ گونه توجهی به هشدارها نداشتند علی اکبری گزارش می دهد. شهادت حسین برکات یکی از زندانیان سیاسی در بحرین به علت ابتلا به ویروس کرونا که چند روز پیش رخ داد باعث تشدید اعتراضات مردمی در این کشور شده کشوری که با گسترش ویروس کرونا در زندان ها مواجه است و همین امر سلامت زندانیان را به خطر انداخته با وجود تهدیدها و استقرار نیروهای نظامی در منطقه الدیه نظام حاکم منامه نتوانست مردم را از مشارکت در تظاهرات گسترده و زیارت قبور شهدا باز دارد این تظاهرات نشان داد که مردم تا چه حد از بیتوجهی نظام سلطنتی به سلامت زندانیان عصبانی هستند زیرا آل خلیفه از ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زندانیان عمدن خودداری می کند و همین امر باعث ابتلای زندانیان به ویروس کرونا شده است در همین حال در منطقه الدیر نیز تظاهرات گستردهی پس از مراسم ختم شهید حسین برکات برگزار شد و معترضان به سوی قبرستان ابو انبر حرکت کردند. قبرستان ابو انبر از چندی پیش تحت محاصره شدید نیروهای امنیتی است. شرکت کنندگان در تظاهرات تصاویر شهدا و پلاکارت هایی به دست داشتند و شعارهایی با مضمون ادامه فعالیت های خود تا آزادی زندان سر میدادند. دادند. گفتنیست حکومت بحرین به درخواستهای مردمی و بین المللی برای آزاد کردن زندانیان سیاسی در اوضاع شیوع بیماری کرونا هیچ توجهی نمی کند. نظامی که همچنان با زبان زور با مردمش سخن می گوید و در آخرین اقدام سرکوب گرانه خود به قلع و معترضان در منطقه از پرداخت. از سوی دیگر، فعالان حقوقی تظاهراتی مقابل ساختمان نخست وزیری انگلیس در اعتراض به تداوم نقض حقوق بشر در زندانهای نظام حاکم بحرین برگزار کردند و از دولت لندن خواستند که به حمایتهای خود از نظام سلطنتی منامه پایان دهد نمایندگان پارلمانی احزاب مختلف انگلیس نیز از دولت خواستند که قانون کیفری ماگنیتسکی را علیه راشد آل خلیفه وزیر کشور بحرین به علت دست داشتن وی در جرایم شکنجه زندانیان اجرا کند در همین حال هجده حزب انگلیسی در نامه ای خود را از ورود راشد آل خلیفه به لندن و استقبال گرم از وی اعلام کردند و گفتند که وی در نقض حقوق زندانیان دست دارد و جرایم بزرگی را نیز در حق کودکان و افراد کم سن و سال در بند در زندان ها مرتکب می شود. دیروز هم 20 نماینده پارلمان در انگلیس با امضای نامهای مشابه از ربودن و شکنجه 60 زندانی سیاسی در بحرین ابراز نگرانی کردند.